أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نام خداوند بخشنده بخشایشگر. سوگند به فرشتگان صف کشیده و نهی کنندگان و تلاوت کنندگان پیاپی آیات الهی، معبود شما یگانه است، پردگار آسمان ها و زمین و آنچه میان آنهاست و پروردگار مشرق ها. ما آسمان نزدیک را با ستارگان آراستیم، آن را از هر شیطان خبیثی حفظ کنیم. آه، نمی توانند به سخنان فرشتگان عالم بالا گوش فرا دهند و هرگاه چنین کنند از هر سو هدف قرار می گیرند. آنها به شدت به عقب رانده می شوند و برای آنان مجازاتی دائم است، مگر آنها که در لحظه ای کوتاه برای استراق سمع به آسمان نزدیک شوند که شهاب ثاقب آنها را تعقیب می کند. از آنان بپرس، آیا آفرینش آنان سخت تر است یا آفرینش فرشتگان؟ ما آنان را از گل چسبنده ای آفریدیم. تو از انکارشان تعجب می کنی ولی آنها مسخره می کنند. گامی که به آنان تذکر داده شود هرگز متذکر نمی شوند. و هنگامی که معجزه ای را ببینند دیگران را نیز به استهزا دعوت می کنند و می گویند این فقط سحری آشکار است. آیا هنگامی که ما مردیم و به خاک و استخوان مبدل شدیم بار دیگر برانگیخته خواهیم شد؟ و یا پدران نخستین ما باز می گردند؟ آری، همه شما زنده می شوید در حالی که خار و کوچک خواهید بود. تنها یک صیحه عظیم واقع می شود، ناگهان همه از قبرها بر می خیزند و نگاه می کنند و می گویند ای وای بر ما، این روز جزاست. آری، این همان روز جدایی است که شما آن را تکذیب می کردید. این هنگام به فرشتگان دستور داده می شود ظالمان و همردیفانشان و آنچه را می پرستیدند، آری آنچه را جز خدا می پرستیدند جمع کنید و به سوی راه دوزخ هدایتشان کنید. آنها را نگه دارید که باید بازپرسی شوند. ما را چه شده که از همیاری نمی طلبید؟ ولی آنان در آن روز تسلیم قدرت خداوندند. در این حال رو به یک دیگر کرده و از هم می پرسند. روحی می گویند شما رهبران گمراهی بودید که به ظاهر از طریق خیرخواهی و نیکی وارد شدید، اما جز فریب چیزی در کارتان نبود. آنها در جواب می گویند شما خودتان اهل ایمان نبودید، تقصیر ما چیست؟ ما هیچ گونه سلطه ای بر شما نداشتیم، بلکه شما خود قومی طغیانگر بودید. اکنون فرمان پروردگارمان بر همه ما مسلم شده و همگی از عذاب او می چشیم. ما را گمراه کردیم همان گونه که خود گمراه بودیم. آری، همه آنها در آن روز در عذاب الهی مشترکند. ما این گونه با مجرمان رفتار می کنیم، چرا که وقتی به آنها گفته می شد معبودی جز خدا وجود ندارد، تکبر و سرکشی می کردند و پیوسته می گفتند آیا ما معبودان خود را به خاطر شاعری دیوانه رها کنیم؟ چون این نیست، او حق را آورده و پیامبران پیشین را تصدیق کرده است. اما شما مستکبران کور دل به طور مسلم عذاب دردناک الهی را خواهید چشید. جز به آنچه انجام می دادید کیفر داده نمی شوید. جز بندگان مخلص خدا، برای آنان روزی معین و ویژه است، مه‌های گوناگون پر ارزش و آنها گرامی داشته می شوند در باغ‌های پر نعمت بهشت، در حالی که بر تخت‌ها
روبروی یک دیگر تکیه زده اند. گردا گردشان قده های لبریز از شراب طهور را می گردانند. شرابی سفید و درخشنده و لذت بخش برای نوشندگان، شرابی که نه در آن مایه تباهی عقل است و نه از آن مست می شوند. از آنها همسرانی زیبا چشم است که جز به شوهران خود عشق نمی ورزند. او ای از لطافت و سفیدی همچون تخم مرغ هایی هستند که در زیر بال و پر مرغ پنهان مانده و دست انسانی هرگز آن را لمس نکرده است. دری که آنها غرق گفتگو هستند، بعضی رو به بعضی دیگر کرده می پرسند. کی از آنها می گوید من هم نشینی داشتم. کی وسته می گفت آیا به راستی تو این سخن را باور کرده ای؟ وقتی ما مردیم و به خاک و استخوان مبدل شدیم، بار دیگر زنده می شویم و جزا داده خواهیم شد؟ سپس می گوید آیا شما می توانید از او خبری بگیرید؟ ایناست که نگاهی می کند، ناگهان او را در میان دوزخ می بیند. می گوید به خدا سوگند نزدیک بود مرا نیز به هلاکت بکشانی. اگر نعمت پروردگارم نبود، من نیز از احضار شدگان در دوزخ بودم. سپس به یاران خود می گوید ای دوستان، آیا ما هرگز نمی میریم و در بهشت جاودانه خواهیم بود؟ جز همان مرگ اول مرگی به سراغ ما نخواهد آمد و ما هرگز عذاب نخواهیم شد؟ راستی این همان پیروزی بزرگ است. آری، برای مثل این باید عمل کنندگان عمل کنند. این بهتر است یا درخت زقوم؟ ما آن را مایه درد و رنج ظالمان قرار دادیم. درختی است که از قعر جهنم می روید. شکوفه آن مانند سرهای شیاطین است. آنها مجرمان از آن می خورند و شکمها را از آن پر می کنند. روی آن آب داغ متعفنی می نوشند. پس بازگشت آنها به سوی جهنم است، چون آنها پدران خود را گمراه یافتند. با این حال به سرعت به دنبال آنان کشانده می شوند. قبل از آنها بیشتر پیشینیان نیز گمراه شدند. در میان آنها انذار کنندگانی فرستادیم و بنگر عاقبت انذار شوندگان چگونه بود. اگر بندگان مخلص خدا نوح ما را خواند و ما دعای او را اجابت کردیم، و چه خوب اجابت کننده ای هستیم. او و خاندانش را از اندوه بزرگ رهایی بخشیدیم، فرزندانش را همان بازماندگان روی زمین قرار دادیم. نام نیک او را در میان امتهای بعد باقی نهادیم. سلام بر نوح در میان جهانیان باد. ما این گونه نیکوکاران را پاداش می دهیم، تا که او از بندگان با ایمان ما بود. پس دیگران را غرق کردیم. از پیروان او ابراهیم بود. بهتر بیاور هنگامی را که با قلب سلیم به پیشگاه پروردگارش آمد، هنگامی که به پدر و قومش گفت اینها چیست که می پرستید؟ یا غیر از خدا به سراغ این معبودان دروغین می روید؟ شما درباره پروردگار عالمیان چه گمان می برید؟ نگاهی به ستارگان افکند و گفت من بیمارم و با شما به مراسم جشن نمی آیم. آنها از او روی برتافته و به او پشت کردند. وارد بتخانه شد، مخفیانه نگاهی به معبودانشان کرد و از روی تمسخر گفت چرا از این غذاها نمی خورید؟ من چرا سخن نمی گویید؟ سپس به سوی آنها رفت و ضربه ای محکم با دست راست بر پیکر آنها فرود آورد و جز بت بزرگ همه را در هم شکست. آنها با سرعت به او روی آوردند. گفت آیا چیزی را می پرستید که با دست خود می تراشید؟ با که خداوند هم شما را آفریده و هم بت‌هایی که می سازید.
بت‌پرستان گفتند بنای مرتفعی برای او بسازید و او را در جهنمی از آتش بیفکنید. آنها طرحی برای نابودی ابراهیم ریخته بودند، ولی ما آنان را پست و مغلوب ساختیم. او از این مهلک به سلامت بیرون آمد و گفت من به سوی پروردگارم می روم، او مرا هدایت خواهد کرد. پروردگارا به من از صالحان فرزندان صالح ببخش. ما او را به نوجوانی بردبار و صبور بشارت دادیم. هنگامی که با او به مقام سعی و کوشش رسید گفت پسرم، من در خواب دیدم که تو را ذبح می کنم، نظر تو چیست؟ گفت پدرم، هرچه دستور داری اجرا کن، به خواست خدا مرا از صابران خواهی یافت. هنگامی که هر دو تسلیم شدند و ابراهیم جبین او را بر خاک نهاد، ندا دادیم که ای ابراهیم، رؤیا را تحقق بخشیدی و به مأموریت خود عمل کردی، ما این گونه نیکوکاران را جزا می دهیم، مسلماً همان امتحان آشکار است. ما ذبح عظیمی را فدای او کردیم و نام نیک او را در امتهای بعد باقی نهادیم. سلام بر ابراهیم، این گونه نیکوکاران را پاداش می دهیم، او از بندگان با ایمان ماست. ما او را به اسحاق پیامبری از شایستگان بشارت دادیم. ما به او و اسحاق برکت دادیم و از دودمان آن دو افرادی بودند نیکوکار و افرادی آشکارا به خود ستم کردند. ما به موسی و هارون نعمت بخشیدیم و آن دو و قومشان را از اندوه بزرگ نجات دادیم. آنها را یاری کردیم تا بر دشمنان خود پیروز شدند. ما به آن دو کتاب روشنگر دادیم و آن دو را به راه راست هدایت نمودیم و نام نیکشان را در اقوام بعد باقی گذاردیم. سلام بر موسی و هارون، ما این گونه نیکوکاران را پاداش می دهیم. دو از بندگان مؤمن ما بودند و یاس از رسولان ما بود. به خاطر بیاور هنگامی را که به قومش گفت آیا تقوا پیشه نمی کنید؟ آیا بت بعل را می خوانید و بهترین آفریدگارها را رها می سازید؟ گاهی که پروردگار شما و پروردگار نیاکان شماست. ما آنها او را تکذیب کردند، ولی به یقین همگی در دادگاه عدل الهی احضار می شوند. مگر بندگان مخلص خدا، ما نام نیک او را در میان امتهای بعد باقی گذاردیم. سلام بر الیاسین، ما این گونه نیکوکاران را پاداش می دهیم. او از بندگان مؤمن ماست، لوط از رسولان ما است. باطر بیاور زمانی را که او و خاندانش را همگی نجات دادیم، اگر پیرزنی که از بازماندگان بود و به سرنوشت آنان گرفتار شد، پس بقیه را نابود کردیم. شما پیوسته صبحگاهان از کنار ویرانه های شهرهای آنها می گذرید، همچنین شبانگاه، آیا نمی اندیشید؟ و یونس از رسولان ماست. به خاطر بیاور زمانی را که به سوی کشتی پر از جمعیت و بار فرار کرد و با آنها قرعه افکند و قرعه به نام او افتاد و مغلوب شد. او را به دریا افکندند و ماهی عظیمی او را بلعید، در حالی که مستحق سرزنش بود. و اگر او از تسبیح کنندگان نبود، تا روز قیامت در شکم ماهی می ماند. به هر حال ما او را رهایی بخشیدیم و او را در یک سرزمین خشک خالی از گیاه افکندیم، در حالی که بیمار بود. بوته کدوی بر او رویاندیم تا در سایه برگهای پهن و مرطوبش آرامش یابد. با به سوی جمعیت 100,000 نفری
یا بیشتر فرستادیم تا ایمان آوردند، از این رو تا مدت معلومی آنان را از مواهب زندگی بهره‌مند ساختیم. آنان بپرس آیا پروردگارت دخترانی دارد و پسران از آن آنهاست؟ یا ما فرشتگان را مؤنث آفریدیم و آنها ناظر بودند؟ دانید آنها با این تهمت بزرگشان میگویند خداوند فرزند آورده، ولی آنها به یقین دروغ میگویند. یا دختران را بر پسران ترجیح داده است؟ ما را چه شده است؟ چگونه حکم میکنید؟ یا متذکر نمیشوید؟ یا شما دلیل روشنی در این باره دارید؟ تابتان را بیاورید اگر راست میگویید. آنها مشرکان میان او خداوند و جن خیشاوندی و نسبتی قائل شدند، در حالی که جنیان به خوبی می‌دانند که این بت پرستان در دادگاه الهی احضار می‌شوند. منزه است خداوند از آنچه توصیف می‌کنند، مگر بندگان مخلص خدا. شما و آنچه را پرستش می‌کنید هرگز نمی‌توانید کسی را با آن فریب دهید، مگر آنها که در آتش دوزخ وارد می‌شوند و هیچ یک از ما نیست جز آن که مقام معلومی دارد. تا همگی برای اطاعت فرمان خداوند به صف ایستاده ایم، ما همه تسبیح گوی او هستیم. تا پیوسته می گفتند اگر یکی از کتابهای پیشینیان نزد ما بود یقین ما بندگان مخلص خدا بودیم. ما هنگامی که این کتاب بزرگ آسمانی بر آنها نازل شد به آن کافر شدند، ولی به زودی نتیجه کار خود را خواهند دانست. وعده قطعی ما برای بندگان فرستاده ما از پیش مسلم شده که آنان یاری شدگانند، لشکر ما پیروزند. از آنها کافران روی بگردان تا زمان معینی که فرمان جهاد فرا رسد، و وضع آنها را بنگر چه بی محتواست، اما به زودی نتیجه اعمال خود را می بینند. آنها برای عذاب ما شتاب می کنند، اما هنگامی که عذاب ما در آستانه خانه هایشان فرود آید انذار شدگان صبحگاه بدی خواهند داشت. آنان روی بگردان تا زمان معینی و وضع کارشان را ببین، آنها نیز به زودی نتیجه اعمال خود را می‌بینند. نزه هست پروردگار تو، پروردگار عزت از آنچه آنان توصیف می‌کنند. و سلام بر رسولان، حمد و ستایش مخصوص خداوندی است که پروردگار جهانیان است.